به دنبال بیرون زدن سر مار در جنگ افروزی های منطقه‌ای، رژیم آخوندی با موجی از واکنش های جهانی روبرو شد. یک از این کشورها آلمان بود. همراه هستیم با آقای مهندس محمد علی مهرابی از آلمان تا ببینیم در اونجا چی میگذره. سلام میکنیم به شما آقای مهندس مهرابی و تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه روزنگاه. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود میفرستم به کانونهای شورشی قهرمان، در خدمتتونم. بله آقای مهرابی، بعد از رو شدن غیر قابل انکار جنگ افروزی رژیم در منطقه، الان میخواستیم ببینیم که در فضای سیاسی آلمان نسبت به رژیم چی میگذره، اگه بشه در این رابطه برامون بگین. بله، از حضورتون، بعد از به قول شما همطور که فهمودید بیرون زدن سر مار، ما با سلسله انعکاسات بین‌المللی از مقامات بالای سیاسی، از رهبران تا نمایندگان مجلس در سراسر دنیا الان مواجه هستیم و یکی از این کشورها که دیروز در مجلس در واقع بوندستاگ یا مجلس عامشون اینجا بحث مفصلی بود و یک لایحه پیشنهادی بود از سوی اپوزیسیون که در این لایحه بسیار مبسوط به هم جنایت‌های رژیم و هم کارهایی که تا الان نشده از طریق دولت آلمان اشاره شده و به صورت خیلی واضح درخواست‌هایی از دولت کرده در این لایحه که به رأی گذاشته شده. در این لایحه به طور مثال پیشنهاد این شده که سپاه، به اصطلاح سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن. علاوه بر این، این واقعا بسیار جالبه که بجز سپاه تمام نیروهای نیابتی که رژیم از طریق اونها اعمال تروریستی خودش رو در منطقه و یا در سراسر جهان داره به پیش میبره، اونها رو هم نام برده و خواسته که اونها رو هم در لیست تروریست قرار بدن. به طور مثال همینجوری اشاره کرده به حزب الله، جهاد اسلامی فلسطین، تیپ الباقر، تیپ فاطمیون، کتائب حزب الله، حوثی‌ها و غیره. اینها رو چیزایی هستن که در واقع نام بردن توی این لایحه و این لایحه چندین هدف داره. یکی از هدفهاش خواستار این هست که تحریم‌هایی رو که تا الان به قول خود نمایندگان به طور جدی اعمال نشده، اینها رو به طور جدی در مورد نمایندگان رژیم جنایتکار آخوندا در آلمان اجرا بکنن، محدودیت‌هایی را اجرا بکنن، اینها را تحریم کنن، این اموالشون رو در واقع اینجا بلاک کنن، ضبط کنن. و این یکی از چندین خواسته‌ای هست که در این لایحه اومده. در این لایحه یادی شده از مهسا امینی و گفته بعد از این که یک سال، بیش از یک سال از این جنبش میگذره، از قیامی که با مهسا امینی شروع شد، دولت آلمان به طور عملی کار خاصی نکرده برای مقابله با این جنایت های رژیم و از دولت خواسته که واقعا فعالانه وارد یک کارزاری بشه به صورت عملی که بتونن از جنایت های بیشتر رژیم در داخل ایران جلوگیری بکنن. و تلویحا نام برده که از کارهای انقلابی مردم ایران حمایت بکنن. این در واقع میشه گفت که برجسته ترین نکاتی بود که توی این لایحه پیش اومده و اعلام شده. علاوه بر این، اینها در این لایحه به دولت واقعا اخطار کردن که رژیم ایران با کارهای تسلیحاتی خودش نه فقط منطقه رو بلکه جهانی رو هم به خطر انداخته. من
فقط اشارتاً میگم، عرض میکنم خدمتتون، این آلمان تنها کشور نیست. روزهای گذشته، هفته های گذشته، ما شاهد واقعا عکس‌العمل های بسیار شایانی بودیم در بلژیک، در کشورهای دیگه، در آمریکا. طرح مکال که حتما معرف حضورتون هست، که فقط یه اشاره بکنم که این طرح رو برای اینکه رژیم تحت شعاع قرار بده، با یک حرکت دجالگرانه و مطرح کردن حکم اعدام یکی از هنرمندان مردمی که معرف حضورتون هست، خواست این رو تحت شعاع قرار بده و موفق نشد. این نشون دهنده واقعا استیصال کامل این رژیم هست و ما شاهد این هستیم که این حمایت ها و این اعتراضات جهانی در حال گسترشه. بله، با تشکر از توضیحاتتون. حالا می‌خواستم بپرسم که این تغییراتی که شما بهش اشاره کردید به نظرتون ناشی از چی هست؟ این تغییراتی که ما شاهدش هستیم، علاوه بر اوج رشد قیام در داخل ایران، حرکت ها و فعالیت ها و کارهای مقاومت در خارج کشور هم هست. یعنی در واقع یکش فعالیت ها و ارتباطات و افشاگری هایی است که مقاومت ایران، سازمان مجاهدین در خارج کشور انجام میدن. شما خودتون شاهد هستید که روزی نیست در یکی از شهرها، در چند شهر دنیا، میز کتاب یا این تظاهراتی برقرار نباشه. نیروهای مقاومت، هواداران مقاومت در خارج کشور واقعا عرصه رو به رژیم تنگ کردن و فضا رو برای مماشات بیشتر تنگ و تنگتر کردن. این جریان مماشات به هر حال به شکست خورد، یعنی به شکست خورده و به بن‌بست رسیده و خیلی از اینها همونطوری که ما در سنای بلژیک دیدیم یا در شورای اروپا که بعضی از نماینده ها واقعا به صورت آشکار به جوزف بورل میگفتن که آقا سیاست شما به شکست ناشی شده، شما به ما دروغ گفتی، یعنی اون رو دروغگو خطاب کردن. اینها همه نشانه های رشد انقلابی در ایران و آگاهی نماینده ها و به هر حال از این نماینده ها، نماینده هایی که حداقل مقداری واقعا فهم و انسانیت دارن، به این پی بردن و خودشون واقعا آشکارا دارن به این اشاره میکنن و این واقعا چیزی نیست بجز فعالیت های شبانه روزیه مقاومت در خارج ایران و تماس های مداومی که با نماینده ها میگیرن و افشاگری هایی که میکنن. بله، با تشکر از همه توضیحاتتون و پاسختون به سوالات ما، خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. قربان شما.